عزیزم. آره هر دومون خوبی. دخترمون چطوره؟ اینجاست. سلام مامایی، خوبی؟ راحت رسیدیم؟ خیلی راحت رسیدیم. بله چون بهرانی کردم. لطفاً هنگام رانندگی بهرانی، شرکت نفت بهران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت. سلام، خسته نباشید. وقت شما بخیر. نفت خزر، مگه خزر نفت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر حال محبت خداوندی است، نعمت خداوندی در کلیت ایران وجود داره، همچنان که منابع طبیعی بسیار زیادی وجود داره، منابع هیدروکربنی بسیار زیادی هم در سراسر ایران وجود داره، من جمله دریای نیلگون خزر. خب برای خود من جذاب بود که اطلاعاتی که قبل از صحبت باشه، اینکه در مورد عمق بفرمایید، شرایط سختی کاری که در نفت خزر است، چون معمولا شاید از مردم و عموم ما بپرسیم بیشتر نسبت به جنوب ایران شاید اطلاعاتی داشته باشن که کارمندان صدیق بدنه نفت مشغول فعالیت هستن، اما در مورد دریای خزر شاید به اون شکل اطلاعاتی نباشه. در خصوص شرایط کار، سختی کار و سهمی که نفت خزر داره صحبت بفرمایید. در حال هم که عرض کردم، کلیت ایران در چه در خشکی چه در آبهای فراقاره ایران، خصوصا خلیج فارس و همچنین دریای خزر، در کوها، در دشتها، هر جایی که نشانه های هیدروکربن وجود داشته باشه، جز اهداف و اولویت های شرکت ملی نفت ایران بوده و هست. ولی اون چی که در جنوب رو و همچنین خلیج فارس رو مورد اولویت قرار داده، بیشتر از این بابت بوده که سابقه و تجربه خیلی خوبی شرکت ملی نفت ایران و همکاری شرکت‌های خارجی در رابطه با فعالیت‌های اکتشافی، توسعه‌ای، تولیدی و بهره‌برداری در جنوب داشتن و همین دلیل خیلی بحث شمال ایران پرداخته نمی‌شد. اگر نه سابقه فعالیت‌های اکتشافی، اگر ما بخوایم سابقه فعالیت اکتشافی در کلیت جهان رو هم بررسی بکنیم، دریای خزر و در باکو و حتی اسم آذربایجان نشأت گرفته از وجود نفت و مواد مشتعل بوده که آذر به معنای آتش رو و آتشکده ها رو همین مواد هیدروکربنی بیرون اومده از سواحل دریای خزر تشکیل میداده و حتی میتونیم بگیم تاریخچه کشف نفت از پنسیلوانیای آمریکا هم در دریای خزر بیشتر هستش. اگر اونجا 1864 میلادی باشه، اینجا هلوش 1504 میلادی هستش که کشف نفت در دریای خزر، در سواحل دریای خزر در آذربایجان فعلی وجود داشته. و همین دلیل ما از به طور مشخص از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بیشتر به صورت متمرکز پس از پایان جنگ تحمیلی به موضوع کشفیات نفت و گاز و منابع هیدروکربنی در دریای خزر توجه بیشتری کردیم. اونجا متوجه شدیم که فیزیک دریای خزر و جغرافیای دریای خزر از یک تفاوت و شرایط پیچیده متمایزی نسبت به جنوب قرار داره. همچنین که مستظر هستید، بزرگترین دریاچه جهان دریاچه خزر هستش. به همین دلیل چون بزرگترین دریاچه هستش، معروف به دریای خزر هستش. طول اون از بالا تا پایین 1280 کیلومتر هستش و سه قسمت شمالی، میانی، کیلومتر. بله. و سه قسمت شمالی دریای خزر شمالی، دریای خزر میانی یا دریای خزر جنوبی باز هم متمایز هستش. ما در قسمت شمالی دریا عمق‌های متوسط 8 تا 10 متر رو داریم و حتی سواحل قزاقستان و قسمت قزاقستان، جمهوری قزاقستان، ما شلوواتر داریم و اونجا شرایط متفاوت تر هستش. در قسمت میانی متوسط عمق دریای خزر 160 متر هستش، ولی ما در قسمت جنوبی دریای خزر حداکثر عمقی که داریم
و در قسمت ایران هم قرار داره 1025 متر هست و تو متوسط ما 360 متر تا 420 متر عمق متوسط در خزر جنوبی داریم ما. یعنی بیشترین آبی که جمع شده به با توجه به عمقی که داره و چاله بسیار عمیقی که در قسمت جنوبی قرار داره در خزر جنوبی قرار داره. به همین دلیل ما چه تو فعالیت‌های طرزنگاریمون، چه تو فعالیت‌های زمین‌شناسیمون، چه تو فعالیت‌های حفاری اکتشافیمون باید که اقدامات متنوع‌تری به نسبت حتی قسمت میانی و شمالی دریای خزر به صورت اولا به نسبت اقداماتی که ما در خشکی ایران قرار می‌دادیم، قسمتی که در خلیج فارس قرار می‌دادیم می‌بود. ما هم تاکنون هیچ گونه سابقه و تجربه‌ای در قسمت دیپ واتر اصطلاحاً و فعالیت‌های اکتشافی در آبای عمیق نداشتیم. در کل دنیا 4-5 کشور به صورت مشخص سابقه و تجربه و دانش و تکنولوژی این موضوع رو بیشتر نداشتن، ولی با توجه به اینکه ما با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بودیم، با توانمندی خود همکارانمون، هموطنانمون در سقف نقاط کشور، با فکر و دانشی که روی هم دیگه گذاشتیم و با امکاناتی که جور کردیم، تونستیم که از مرحله فعالیت‌های اکتشافی عبور کنیم. به معنای این که امروز میتونیم ادعا بکنیم که دریای خزر در قسمت جنوبیش و در قسمتی که متعلق به صورت کامل متعلق به ایران هستش، 46 ساختار کوچک و بزرگ نشانه های دوکرباری کاملا مشهود هست و کشف شده و ما یکی از این ساختارها رو که به نام سردار جنگل در عمق 720 متری دریا قرار داشت مورد حفاری اکتشافی قرار دادیم. دو مرحله چای حفاری اکتشافیمون به نتیجه رسید و با شرایط بسیار پیچیده، با بیم و امیدهای بسیار زیاد و با محدودیت‌های بسیار زیادی که چه در زمینه دانش در آب‌های عمیق و چه در زمینه تکنولوژی‌ها در آب‌های عمیق داشتیم، ولی خوشبختانه خداوند متعال لطفش رو شامل حال ملت ایران کرد و ما تونستیم در دو مرحله چاه موفق اکتشافی رو در اعماق بالای 3000 متر در زیر دریا داشته باشیم و متوجه شدیم که ما حداقل اون ذخایری که در همین سردار جنگل داریم، میتونیم 2 میلیارد بشکه نفت در جا وجود داره. ما میتونیم که، ولی اون میدونیم که اگر بیشتر فعالیت رو ادامه بدیم تا 8 میلیارد بشکه نفت رو هم میتونیم اونجا پوشش بدیم. خدا قوت، خسته نباشید. بفرمایید که با توجه به شرایط جدید و قطعا مسائلی که در تحریم ها وجود داره، همکاران شما با چه تلاشی دارند ادامه مسیر میدن و صحبت پایانیتون رو بفرمایید در جمع‌بندی مطالب ارزشمندی که گفتید. ببینید، بحث تحریم از امروز و دیروز و فردا نبوده. ما تقریبا از پس از پیروز انقلاب اسلامی با توجه به نوع شعارهای مردم ایران، استقلال خواهی داشتن و مردم سالاری دینی رو داشتن فریاد می زدن، جمهوری اسلامی ایران رو فریاد می زدن، ما در مورد تحریم همه جانبه قرار گرفتیم. ولی خب تحریم هم مثل دیگر مؤلفه ها با شرایط مختلفی، با مؤلفه های مختلفی، با فراز نشیب های مختلفی مواجه بوده. ولی ما اون چی که مد نظرمون بوده این هستش که نگاه حرفه‌ای به کار حرفه‌ای خودمون داریم. اگر ما تمرکز فکری خودمون رو و فعالیت‌های خودمون رو روی اون نقطه قرار بدیم که باید این کار انجام بشه و فعل خواستن توانستن رو بتونیم صرف بکنیم، میتونیم که خداوندم کمک میکنه و دعای مردم هم کمک میکنه و میتونیم که به نتیجه لازم برسیم. کما اینکه موقعی که ما فعالیت اکتشافی در دریای خزر داشتیم انجام میدادیم، تقریبا همه کسانی که هم تو مرحله علمی و منطق کاری بحث داشتن، حرف داشتن،
ما رو منع میکردن که ممکنه که شرایط خیلی حادی برات ایجاد بشه و فعالیت هایی که دارید انجام میدید در شرایط های ریس هست، ولی ما چون میدونستیم که خداوند کمک میکنه، میدونستیم که همکاران ما میخوان که یه همچین کاری انجام بدن، این فعالیت های خودشون ادامه دادن و بدون هیچ گونه مشکلی به نتایج مورد نظر خودمون هم رسیدیم. بنابراین ادامه این کار هم همینطور خواهد شد. به صورت طبیعی اگر تحریم ها نباشه، ما دانش دیگران، تجربیات دیگران، از تکنولوژی دیگران استفاده میکنیم، ولی هیچ وقت متوقف بر این نبودیم و نخواهیم بود که بخواهیم مثلا شرکت های دیگری برامون لقمه بگیرن و ما اون مصرف بکنیم. خیلی متشکرم.